بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما پیرامون تشابه امام حسین با قرآن بود که در جلسه گذشته اشاره به این آیه شریفه کردیم که خداوند میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و, و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الله خسارا خداوند در این آیه دو تا برای قرآن ذکر کرده یکی اینکه این قرآن شفا بخشه که عرض کردیم قرآن هم امراض روحی رو شفا می دهد هم امراض جسمی رو و همان گونه که قرآن شفا بخشه سید و شهده علیه السلام هم شفا است سید و شهده علیه السلام تا به حال هم بیماران روحی رو شفا داده هم بیماران جسمی رو شفا داده و مضافم بر این که تربت امام حسین علیه السلام هم خودش شفای هر درد و مرضیه و اما دومین وصفی که خداوند در این آیه برای قرآن کرده است این است که میفهمد؟ این قرآن رحمت است برای مؤمنین همان گونه که قرآن رحمت است برای مؤمنین سید الشهدا علیه السلام هم رحمت است برای مؤمنین لذا در زیارت نامی اون حضرت می خونید یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه امام حسین باب رحمت واسعه پروردگاره لذا مرحوم آیت الله میر جهانی فرماید که من در اوایل جوانی منبر میرفتم و می گفتم که مردم بیش از حد امیدواره به رحمت خدا هستند. خوب من یه قدری مردم رو بترسانم از قیامت، از جهنم اینقدر دنبال گناه و معصیت نروند یه هر شب یکی از آیات عذاب را در منبر برای مردم تفسیر می کردم مردم هم از خوف خدا گریه می میگه در یکی از شبه ها که داشتم یکی از آیات عذاب رو برای مردم تفسیر میکردم یه دفعه ای برای من رخ داد در برابر خودم امام حسین علیه السلام رو دیدم و حضرت به من اشاره کرد و فرمود ای سید تا کی میخوای مردم را بترسانی انا رحمت الله الواسعه منم رحمت واسعه پروردگار لذا نبی اکرم علیه و علیه آله السلام و در روایتی که شی و سنی نقل کردن دارد که یه روز پیغمبر دست امام حسین علیه السلام را گرفت و بلند کرد فرمود انه لفل جنه این امام حسین قیامت میره بهش تنها امام حسین میره بهش نه و محبیه فی الجنه دوستان اون حضرت هم میرن بهش تنها دوستان اون حضرت میرن بهش نه و محبی محبیه فی الجنه دوستان دوستان اون حضرت هم فردای قیامت بهش خواهن رفت اینقدر دستگاه امام حسین عریض و طویله انقدر این رحمت گسترده است که اگر کسی سر سوزن وابسته به تشکیلات امام حسین علیه السلام باشه اهل نجاته خدا رحمت کنه مرحوم امید اسماعیل اربابی رو یکی از اولیاء خدا بوده در تهران محله امامزاده یحیای تهران منزل داشت صبح های دو هم جلسه توسطوری در منزلش برقرار بود علما بزرگان شرکت در این مجلس می کردن مرحوم علامی امینی وقتی که در تهران بود گاهی در این مجلس شرکت می کرد خود مرحوم عربابی چند بار این قضیه رو برای خود من تعریف کرد و یه سال ما دهه آشورا در این منزل خودمون مجلس روزه داشتیم شب تاسوعا دو نفر جوان آمدن وارد مجلس ما شدن مدداه نوهه میخوان این دو نفر جوان میخندیدن حالا منزل اربابی که یه از اهل معنا اهل بصیرت در اونجا جمع میشن در چنین مجلسی اونم شب تاسوعا دو نفر جوان بیان بخندن خیلی حرفه مرحوم اربابی میگه به قدری من ناراحت شدم که تصمیم داشتم که بلند بشم دست این دوتا جوان را بگیرم از مجلس بیاندازم بیرون که به چه مناسبت شما که امشب شب تاسوعاست آمدید اینجا میخندید دیگه در این حال خودم رو کنترل کردم هیچی نگفتم مجلس منقضی شد این دو نفر جوان رفتن شب بعد که شب آشورا بود دیدم این دوتا جوان آمدن بیش از همه دارن گریه میکنن مرحوم اربابی می من تعجب کردم که اینا دیشب میخندیدن امشب بیش از همه دارن گریه میکنن مجلس که تمام شد این دوتا جوان را صدا زدم یه کناری آمدند و گفتم من دیشب هوای شما رو داشتم شما دیشب میخندیدید امشب بیش از همه گریه کردید سرش چیه گفتن سرش اینه که ما دیشب خواب دیدیم امام حسین علیه السلام رو سید و به قمر بنی هاشم فرمود بنویس اسامی کسانی رو که امشب در منزل اربابی برای ما عزاداری کردن قمر بنی هاشم نام همه رو نوشت اما نام ما دو نفر رو ننوشت امام حسین فرمود چرا نام این دو نفر رو ننوشتی گفت آقا اینا که عزاداری نمیکردن میخندیدن امام حسین فرمود درسته اما در عوض اسم اینا رو در لیست خدمتگزاران این مجلس ثبت و ضبط برای چه؟ برای اینکه وقتی مجلس تمام شد اینا میخواستن برن بیرون چند تا استکان دربکی وسط راه بودی. این چند تا استکان دربکی رو برداشتن گذاشتن تو آبدارخانه به همین مقدار اینکه عرض کردم اگر کسی سر سوزن وابسته به تشکیلات امام حسین باشه اهل نجاته دلیلش همین مطلب بود که عرض کردم پیغمبرم فرموده نهول لفل جننه، این امام حسین میره بهش و محبیه فل جننه، محبانش هم میرن بهش و محبی محبیه فل جننه، دوستان دوستان اون حضرت هم قیامت میرن بهش پس این که میگوین بهش رو به بها میدهن نه به بهان این حرف بی خودیه حرف کاملا غلطیه چون که اگر بخوایم بگیم بهش رو فقط به بها میدن نه به بهانه جز چهارده معصوم سلسله جلیله انبیا هیچ کدام مستحق بهش نخواهند شد اما بهش رو نه تنها به بها میدهند بلکه به بهانه میدهن میدهند حر ابن یزید ریاهی بهانه اهل بهش شد زهیر عثمانی سابقا کسی که خیلی دیگه دشمن امیر مؤمنان بود بهش میگفتن عثمانی حالا میگن ناسبی و وهابی اون زمان میگفتن عثمانی زهیر عثمانی بوده با بهانه اهل بهش شد اینا از مسلمات وقعه کربلاست قابل انکار هم نیست لذا در دعا میخوانید الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک خدایا با فضل و رحمتت با ما رفتار کن نه با عدالت و عدل خودت یا آقایی بود خیلی مغرور بود گفت من اون چه عبادت بود انجام بودم اون چه گناه بوده ترک کردم من میخوام دعا رو جور دیگه بخوانم لذا دعا رو اینجوری میخوان الهی نا به عدلک ولا تا نا به فلک خدا یا با من یکی با عدل رفتار کن یه شب خواب دید قیامت شده صحنه وحشتناکی رو مشاهده کرد عبادات و اعمال خودش رو ناچیز دید وحشت زده از خواب پرید و استغفار کرد و دعا رو همون جوری که بود خواند گفت الهی آمل لا به فضلک ولا تا آمل خدایا با فضل و رحمتت با ما رفتار کن پس بنابراین نه تنها بهش را به بها میدهند بلکه به بهانه هم میدهن بهانش هم همینه گریه بر امام حسین علیه السلام توسل به حضرت ازا مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری نور الله و میفرمودن بهش درهای متعددی داره اگر از هیچ کدام از این درها شما رو راه ندادن یه در دیگری رو هم سراغ دارم که راه ورود از اون در بسیار آسانه و اون باب الحسین علیه السلام و شرط ورود از این درب هم دل شکسته و اشک ریزان بر سیر و شهدا سلام الله عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته